امشب خیلی خسته شدم. عوضش مشتری ها خستگی روزانشون با رقص تو در میده. جمیله میدونی هر شب بعد از رقص تو 20% سفارش مشروب بالا میره؟ پس من برای تو فقط به اندازه 20% مشروبی که میفروشی ارزش دارم؟ نه عزیزم، یه خورده بیشتر. سلام رئیس. ببینم کلک شکندی؟ بله رئیس، دیگه خیالتون راحت راحت باشه. به سلامتی کار دادی که جنازش اسباب درد سر نشه؟ کاری کردم که اصلا جنازشو پیدا نکنم. بیچاره لیلی، حیف شد. Thank you.
بفرمون. مادر، دختر، مادر، دختر، مادر، لیا جان، مادر، خواهرم لیلی کجاست؟ چی شده مادر؟ لیلی کجاست؟ تو برای لیلی خواهرت دلت تنگ شده؟ بله مادر جان، نامه های آخریش خیلی کوتاه و ناراحت کننده بود. حالا هم چند وقته که ازش هیچ خبری ندارم. ناراحتی بیفایده است، برای این مرده. مرده؟ 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 کیا؟ کی؟ نمیدونم، شایدم هنوز نفسش بیرون بیاد، اما من مدت هاست اونو دیگه یک آدم زنده نمیدونم. آخه چی شده مادر؟ به من بگو، همه چیزو به من بگو. فایدهش چی؟ دیگه دیر شده. از همون موقعی که استخون ترکوند هوایی شد، اولش چند تا دوست ناباب گرفت، بعد ادا و اطفاره دیگر شروع شد. خودنمایی، سر به هوایی، بلند پروازی. هنوز قوره نشده میخواست مویز بشه. یه روز حواس آرتیستی به سرش میزد، یه روز میخواست منیکن بشه، یه روز خواننده، یه روز رقاص. هر وقت میخواستم نصیحتش کنم به من پرخاش میکرد، میگفت تو دیگه پیر شدی، دنیای ما یه دنیای دیگه است. من نمیخوام مثل یک کر متولد بشم، یه مدتی لول بزنم، بعدم بمیرم. میخوام برای خودم یک کسی بشم. دیدم، دیدم آخرش چی شد، دیدم چی شد. حالا چی شده مادر؟ چی شده؟ یه معتاد بدبخت از دنیا برگشته، یه مرتنی. الان دو ماه میشه که به خونه نیومده. مادر، من شاید بتونم نجاتش بدم. فایده ای نداره، اون دیگه غرق شده. دوستاش کیا بودن مادر؟ بیشتر کجا ها میرفت؟ یه معتاد با کی میتونه دوست باشه؟ مقاومت میکردی لیلی، تو باید استقامت نشون بدی تا بتونی ترک کنی. چرا منو زندونی کردی؟ چرا زجرم میدی؟ برای اینکه دوستت دارم، همیشه دوستت داشتم. چنگیز منو مأمور کرده بود که تو رو بکشم. چرا اینقدر بیرحمی؟ این همه براش کار کردم، این همه بهش استفاده رسوندم و حالا حالا معتقده که دیگه به دردش نمیخوری. میترسه براش درد سر درست بکنی. برای همین دست داد که تو رو بکشم. اگه بفهمه من تو رو نکشتم، هر دو نفر ما رو از بین میبره. دیگه مردن یا موندن من چه تفاوتی داره؟ نه، من نمیذارم تو ببینی. اگه یه چند روزی استقامت نشون بدی که بتونم یه مقدار پول جمع جور کنم، از اینجا با هم میریم. تو رو معالجه میکنم و با هم توی گوشه دنج و خلوت زندگی خوش. فقط اینه که به من جنس برسونی و نذاری زرج بکشم. تو باید به من قول بدی که از اینجا بیرون نیای. پس اقلا منو تنها نذار. تو فقط چند روز طاقت بیار، من باید برم به یک کلکی بر... بگم ترک کردین؟ مواظب باشین دوباره گرفتار نشین.
خیلی خوب. باشه، باشه. اینجا آمدی چیکار؟ قربان آب پرتقال آوردم. من آب پرتقال نخواسته بودم. برای لیلی خانم آوردم. چی؟ مگه دیوونه شدی؟ لیلی خانم کدوم حیوانیه؟ والا چه عرض کنم قربان؟ تو سالن سر میز نشسته بودم. سفارش آب پرتقال دادم. وقتی آب پرتقال رو بردم غیبشون زده بود. فکر کردم شاید اومدن خدمت شما. برو گم شو، انقدر پرت و پلا نگو. چشم قربان. پس برم ببینم کجا رفتم. باشه ببینم. بله قربان. گفتی لیلی رو دیدی؟ بله قربان. توی سالن بود؟ بله قربان. چه موقع؟ همین الان. پس کجا رفت؟ چه عرض کنم قربان؟ اشتباه نمی کنی؟ نه قربان، خیلی هم ترگل ورگل شده بودن. مطمئن هستی؟ بله قربان، با دو تا چشمای خودم دیدمشون. اگه عوضی دیده باشید جفت چشماتو از کاسه در میارم. خودم دیدمشون. برو گم شد. چشم قربان. دروان، تویی؟ بله قربان. امشب لیلی به خبر اومد؟ بله قربان. تو اونو دیدی؟ بله قربان. از کامره خارج نشده؟ خیر قربان. خوب گوش کن ببین چی میگم. بدون اجازه شخص من لیلی حق نداره از کابره خارج بشه. اطاعت قربان. حواستو جمع کن، خیلی مواظب باش. لیلی جون خواهش میکنم از اینجا برو. یه طوری هم برو که چنگیز تو رو نبینه. من ترسی از چنگیز ندارم. یه دم دیگه نکن. جون خودتو نجات بده لیلی جون. من دوست تو هستم، نمیخوام تو بمیری. اگه راست میگی و منو دوست داری به من کمک کن. تو از اینجا برو، نذار چنگیز دستش به تو برسه. هر کمکی بخوای من میکنم. برو لیلی جون، تو هنوز دیر نشده. برو، تو چنگیز نفهمیده تو زنده هستی. برو، منم الان برنامه دارم. خیلی خوب میامدم. مواظب خودت. متشکرم. خداحافظ. خداحافظ. شب بخیر لیلی خانم. خودت درست حسابی خوشگل کردی. حالا دیگه میای کابره و یه سری هم به ما نمیزنی. راستش من نمیدونستم شما رو کجا باید پیدا کنم. از چنگیز خودت دلخور هستی؟ از چنگیز خودم؟ نه، چرا دلخور باشم؟ خیلی هم دلم میخواست ببینم. پس چرا نایمدی اتاق من؟ والا راستش میخواستم بیام، اما فکر کردم شاید خوش نداشته باشی ما رو ببینی. کی؟ جم. راست میگی؟ آره جونم، الانم اینقدر از دیدنت خوشحال هستم که میخوام شما با هم بخوریم. خب، پس چرا معطلی؟ بگو شامو بیارن دیگه. میخوام مثل اون وقت دو نفری بریم لک لک شام بخوریم و جب بزنیم. موافق هستی؟ او چه جور؟ و فوراً ماشینو بر میگرده. اطاعت قربان. پس تو چی عزیزم؟ من یه کار کوچیکی اینجا دارم عزیزم. تا تو شما سفارش بدی خودمو میرسونم. برو جونم. خیلی خوب. دیر نه یا؟ یکوپن جانمی. چه خبره؟ چه مرگته؟ میگن که از جلا خوش شانسن. یه جب ششما رو بمون کن. جانم جان نگاه کن. خانه خانه میخوانم. اینجا چه خبره؟ ببخش قربان. لیلی رو کشتی؟ کشتی شان؟ جنازش هم سر به نیست کرده. خودتون گفتید. نرم کن. بله، من دستور دادم. اما تو چطور جرأت کردی دستور منو اجرا نکنی؟ چرا اونو نکشتی؟ چرا به من دروغ گفتی؟ چرا؟ چرا؟ برش کنید. کی گفته که من لیلی رو نکشتم؟ بزنش. من میگم خودم اونو دیدم. چطور جرأت کردی به من دروغ بگی؟ میکشمت الان. رئیس منو ببخش، معذرت میخوام. شو احمق، من دوستش داشتم، عاشقشم. تو هنوز اینو نفهمیدی که یه حرفه‌ای نباید عاشق بشه، نباید دستورای رئیسش سرپیچی کنه. بیشور عاشق شدم، دست خودم که نبود. مگه نه اینکه شما میترسین مبادا لیلی کار دستتون بده؟ مگه نه اینکه دیگه به درد شما نمیخوره؟ من اونو از اونجا میبرم، میبرم جایی که دیگه اصلا اسمش هم نشنفی. برو بکشش. همین امشب باید کارش رو تموم بکنی. همین الان. آخه من نمیدونم الان کجاست. ولی من میدونم. اگه تا صبح کارش رو تموم نکنی روشنایی خورشید رو دیگه نمیبینی. ولی رئیس نمیشه. بسه دیگه. حرف نزن. میری رستوران لک لک. اونجا منتظره که با من شام بخوره. باید شام آخرش باشه فامیلی. یالا برو گورتو گم کن.
مرو. بله قربان. اینجاست. بله قربان. خیر قربان. اطاعت. حتما. مطمئن باشید. ارباب چنگیز شام بخورم. من که گفته بودم چنگیز رو میکشه. من به این مفتیان نمیمیرم. تو نباید از اونجا میومدی. از کجا؟ چی داری میگی؟ من که هیچی نمیفهمم. تو مست کردی. خب مگه بعده؟ لیلی تو با صورت قتل تو رو داد. به جای اینکه تو رو بکشم نمیبردم به تو اون آسیاب قایمت کنم. تو خیلی پسر خوبی هستی. مثل اونای دیگه نیستی. یه تیکه آقایی. من عاشق تو هستم. یه خورده حواستو جمع کن. وضع ما خیلی خطرناک شده. چنگیز منو مأمور کرده تو رو بکشم. من دلم میخوام می بزنم خنده کنم مرد بشم. وقتی که دارم بشم یا می بریدیم از کشم. میدونی که من دوست دارم از نگاه دوان عاشق دوان عاشق دوان چشم سیاه دوان در دل شب یار من زوبرم بیمان شد دانی بیدال گون گوشه میدان شد لب من میرید در امشب خوشم از این عشق و مستی برد از دل پوسته من غم دنیا رنگ هستی دبا حالش جا میارم. آقای تو بچه اینجا نگاه میکنی؟ بنوشید مدمازل. خب برو دیگه. چرا بایستدی؟ برو بازم بایستده. ای ببین
به سلامتی تو که لیلی رو خیلی دوست داری. با افتابی کردن خودت بعضو خیلی خطر نکردی. باید هر طوری شده از این ملکه فرار کنی. من هنوز خیلی حرف دارم که باید به تو بزنم. خیلی چیزا هست که باید از تو بپرسم. اینطور که معلومه تو پسر خوبی هستی. گوش بده لیلی، اینجا هیچ جور امنیتی نداریم. باید با یه کرکی هر کدوم از یه طرفی فرار کنیم. من با تو کار دارم. اگه جون سالم امشب به در ببریم، فردا صبح میای پیش من، همون خونه همیشگی. نه، اونجا رو ممکن آدمای چنگی زیر نظر داشته باشن. خب پس کجا؟ یه آپارتمانم دارم که هیچ کس خبر نداره. خیابون شکوفه شماره 13. گفتی خیابون شکوفه شماره 13. خیابون شکوفه شماره 13. این بانه شد. این بانه شد. کار خودتو کردی؟ زیاد نخورده. معلوم نیست. زود ببر کارشو یه سر کن. بین صفا سکت. یه جوری ببرش که مشتری فکر کنن مست کرده. ماشینه نگاه، جوهر با داغون شده. چه خبره تو همه سهره باری همین تا دندقب یک کلمه تو جاده اصلی؟ معذرت میخوام آقا. ده همین ده، ماشینه داغون کردی، خودمون هم نصیب بود نفله کنی، معذرت میخوام. باور کنین از بس عجله داشتم اینطور شد. بی خود عجله داشتی، حالا کارشناس که اومد میفهمی اینجا طلوع کجا. آقای راننده، من باید هرچی زودتر از اینجا برم، نمیتونم صبر کنم. بی خود میخوای بری باید صبر کنی تا کارشناس بیاد فوتبال بده که من بی تقصیرم. حرف شما کاملا درسته. چرا مثل فرزاد دور خود میچرخی؟ ماشین من بیمه است، فقط باید صبر کنی کارشناس بیاد. هرچی خسارت شما باشه بهتون میگم. بله خب وقتی اومد خسارتانو بده. کجایی؟ بفرمایید. هرچی پول میخواییم بردارین، فقط اجازه بدین من فوراً برم. پولتو براخ ما نکش، صبر کن تا کارشناس بیاد. من نمیتونم صبر کنم، باور کنین من نمیتونم صبر کنم. این پولا همش مال شما. پولاتو به سوچی بغلت، بیمه خسارت ما رو میده، صبر کن تا کارشناس بیاد. من که بهتون گفتم عجله دارم، نمیتونم صبر کنم، باید هرچی زودتر برم. چرا؟ گواهی نامی نداری ها؟ راست شو هم نگو. چرا موضوعی نیست، پای جون یه نفر در میونه. این هاشش تو ماشین افتاده. پولا رو قبول کنین بذاریم من برم. خواهش میکنم بگیریم. حالا که اینطوره برو. اما داشم هر وقت نشستی پشت رول سعی کن فکرت بهتر کار کنه. خیلی متشکرم. برو. صاحب کم اینو کجا داری میری؟ بیه داش پولاتو بیجی. پولات مال خودت. ما اون قدم که تو خیال کردیم نالوتو نیستیم. الحمدلله ماشینم طوریش نشده. واسه ما هم خدا میرسونه. خودش هوای ما رو داره. نه الحمدلله سالمه. خدا را سر هزار مرتبه شد. آقای راننده، ممکنه یه خواهش کنم یه دندقب بگیرین تا من بتونم برم؟ چش، این هم یه دندقب دو آتیشه. خیلی ممنونم. قربون تو. چرا محل تصادف میخوای هرکت کنی؟ من این کافه تلفن کردم کارشناس بیارم. زحمت زیادی کشیدی. تقصیر اون بود. آره خودم میدونم داشت، اما رضایت دادم. دست شما درد نکنه. برو جیونم، برو داغتو نبینه. نه
این گل کدوم باغ؟ آقا خواهش میکنم جون این دختر معصوم و بیگناه نجات بدین. میخوان اونو بکشن، زود از اینجا ببرینش. چه؟ اینی که من میبینم از همین الان نیمه جونه. راست بگو امشب بعد طوری به پرپای ما پیچیدی، چه نقشه کشیدی؟ الان چیزیش نیست، فقط در اثر تصادف ترسیده. از اینجا ببرینش، نجاتش بدین، جونش در خطره. خواهش میکنم ببرین، ماشین من خراب شده، روشن نمیشه. بح بح، بو عطرش کلافان شد. نگاه کن پسر، در و بار سوار کرده. رتبه بریم پیک. مگه شما کس و کار ندارین ملدار؟ یعنی چه جون شما؟ این که میگو ماشین روشن نمیشه، باید چطور شد با یه استار راه افتاد؟ حسنی را تو به این عبداری را اینجور خاتل کرده. یکی بهشون بگه که خودتونه کادون که از خودتونه. یه بریم تو فوزولیتون جون شما. آبجی کشاتو باز کن. نه ترس، فلک کج مدارم نمیذارم با چپ نگاه کنه. مرگ من چشتو واکن. نگاه کن آبجی، اپل کتم خراب شد. خونت کجاست؟ کجا باید برسونمه؟ دو حرف بزن، سرتو بلا کن. واها جا فوزون تو این شهر زیاد شده. چشاتون رو درویش کنی؟ هن 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 دونه؟ خوشو آفیز داره تو بلند کن، نزا خلق الله خیال بد کنن. ما تو این شهر کلی آبرو داریم، با این کارت سکه پولمو نکن، نشک اونوری. باز اومد طرف من، ولوش اونور. این چه جور رانندگیه؟ مگه من هستین؟ حرف زیادی نزن دختر، رو بفرست بیاد تو ماشین ما. نفهمیدم واسه چی؟ واسه اینکه دک و دندات سالم بسن. ده آره. نه بابا دیگه دک و دندات رو کن همه این درد سر رو تو واسه ما درست کردی یا شیشون. نکنه مرده باشی کار دست ما بدی. ببینم نه قلبش داره طلب طلب میکنه. اینم دخل امشبمون. حالا تکلیف اون با این هکل مچل شده چیه؟ نه خونش و بلدیم، نه حتی میدونیم اسمش چیه. اگه کسی سر برسته و بپرسه چی این دختره رو به این روز انداخته، باز چی جوابشه بدم؟ چی بگم؟ هیچ ضرر نمیارم. محصبت شک امین خان چی شده؟ خفه کردی؟ نه آقا کمال، معطل شرکم حسین دیزل هستم. بیاد کلید ماشین رو بگیره بره دنبال. خیال نمی کنم نومزد بازی به حسین آقا شرکت فرصت کار کردن بده. خوش باشی، شبت بخیر. مال تو هم بخیر. ای وای خاک عالم، امیر خان اومد. بابای شانس امیر خان، آدم هم انقدر بیموقع میاد خونه. نفهمیدم بوق سگ واسه خونه اومدم بازم بیموقع است؟ بایا بالا خونه اومدم.
دیگه دیر وقته. با تصدق دیر وقتیه. آیا کتا خویوز خون از سیتلا برو اومدم. واسه کار دارم. اگه بخوای نصیحت مسیحت بکنی یا بزن واسه تو. نه یه کار جدی دارم. کتا بپوش یالا. واسه چه؟ واسه بریم پایین. کارت دارم. اگه بخوای دعوا موارا بندازی که کتا بپوشم باید بشه. میدم کتا بپوش یه چیزی تو ماشینه که باید باد. و چی ها؟ خودت میبینی میفهمی. ببینم مصطفی شهیه داشتی هندوی خبیزه خریده. نه حسین دیزل، موضوع یه جوریه که احتیاج به کمک دارم. تو باید امشب رفاقت رو در حق من تموم کنی. حسین دیزل تا پای جون واسه تو بایستده. خودت معرفت. ببینم از قدیم یه صندوق باشی. نه بابا شش بیبریم سر سر نکن مردم بیدار میشن. خیلی خودتو برده بیا. من اومدم خفقون گرفتم. یا باش بابا. بیا. اومدم سکوت کن. سکوتم. بیا در این صندوق رو باکن ببینم چیا بایده. تو صندوق نی جلوی ماشینه. جلو جلوی ماشینه. بس صد دفعه گفتم رو صندلی بایی نداخل. سر صدا نکن همسایه ها بیدار میشن. خدا نکرده قاچاقو بایده. میگم ساکت بیا ببینش دیگه. اینه آره. نتداش مدسته. کجا داری میری؟ به کمک کن ببرش با تو دختره یه کشته ندادش دایی مصرک و حسین دیزل نه ترسونم نه مرده فقط بیهوش شده چه بیهوش شده؟ بابا چشم ما یوشن دست باشم میخوان دختره یه بیهوش کردی اومدی ببری بالا که چی؟ با یه کلم به غیرتت آشا به اون مندونه گوش بره ببین چی میکنم حسین من فکر میکردم اقلا تو حرفا باور میکنی اگه نون و نمک باید نخویده بودم همین الان شتلق میکوبیدم بخه گوشت که بای قطشت بپرد مگده حساب یوننده باید حافظ جون و مال و ناموس و مهدون باشه محصرات شد حسین دیزل بابا من نه اسم این دختره نمیدونم نمیشناسمش چه عبال بشریه نمیدونم چرا به این حال روز افتاده ماشین کجور که نیست که از دستمون افتاده باشه اون تو ببین جونم تو کمک کن ببرمش بالا کسی نبینه من همه چیزو واسهت میگم تو یه هچلی گیر افتادم که باز کمکم کنی ازت خواهش میکنم واسه از کن خواستم کمکت بکن چجوری میبریمشون بالا اگه کسی ببینه چی باز یه جوری ببریمش که اگه کسی دید بو نبره چجوری آخه این کلا رو میذاری سرشی کتا میکنی برنه تو بالا کمک کن دیگه چیه اینقدر تو کوچه حرف میزنن ها فهمیدم وای پول هلا گلاب به ادا گلاب میده یکی از رفقاشون پتیل شده با این میدی جوغش از پشت ما رو بزده که چی؟ آبروم رو میده محصد نکو ببرش تو موبا توش نیفته چه بیا یواش یواش پرده 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 آفا نخوریم به نرده آفا تو شد به سبه پکنه پایدم پایدم این واسلوغ لرزونک حالا تکیف ما با این جنازه چیه؟ پانو نمرده نفس میکشه آره اما هیچ معلوم نیست ممکنه نفس کشیدن یادش یفته باشه نفهمیدم واس چه حسین دیزه حسین که حسین که مسموم شده مسموم شده؟ از کجا میدونی؟ حسین که میدونم ما شیست و شگه ده تایی بودیم دو سرم راننده یه دکتر این چیز داره دیگه یه خوده میفهمیم حقش نبود دختره به این جوونی رو مسموم کنی حالا اگه تایی بشه جوابش چی میده؟ من مصمومش نکردم اینو یه نفر همینطوری انداخت تو ماشینی ما گفتش نجاتش بده تو میری راست میگم بوده منم حیفتو باور کنم آره یعنی من انقدر حالو ازم آره 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 یعنی نه اما راست میگم باور کن تو نمیری راست میگم والد تو یکی دیگه باز حرفم باور کنی خب اگه یاس میگی چه نبایدیش مییز خونه ترسیدم کار رو دستم بذاره اگه ببینیه چه خدا نکنه نفوس بعد نزم پسر همون مگه خدا به فریادت برسه وگرنه توی هچه ای گرفتار شدی که چی بگم آخه کسی داری میری؟ بیرم اقلا یه دکتری بگ دارم بیارم نه با بدتر میشه اگه دکتر بپرسه چرا اینطوری شده چه نسبتی به ما داره اسمش چیه هیچ جوابی نداریم که بده اما همین که این نمیشه نگاش که تن نفس برن خدا کنه که نمیره آره خدا کنه نمیره ببینم حسین تو گفتی شیرعطار بودی دو سالم روننده یه دکتر بودی یه چیزی عقلت باید برسه که اینجور وقتا چی کار باز کرد آخه چی بگم پنجره یه باز کن اقلا راحت نفس بکنه دکتر پنجره ایره بسه یه پیشنهاد دیگه میخوای پیانش دهیم که خونک بشه ها ببینم من اونو لختش کنم یا تو تو من
آخه نامره من پسر من که هم تو هم سیغه معیم یه وقتتون بخونم کشه تو هم بده کشه بیانی شبه کش باید بایا نه بایی نه 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 حالا میگه خوب میشه؟ چون ما با هم یه فقیم زبط و محق بیزی تم ازت نمیگیم و با اجازه ما این خط میشه کجا ما خط میشه؟ داره مایه داداش خیط بکش رسم رفاقت اینه تو یه همچین موقعیتی ما رو تانه میذاری یسم رفاقتی نیست اما نمکی باید منتظر یه چاکه اگه بیشتر گیر کنم ممکنه بیاد پایین اون وقتی که دیگه خیلی بیای و باقالی بای کن اول خویزخون همه اهل محل فهمیدن حسابی هم گندش در میاد من یفتم زیاغ نمکه کجا جیگه ای تلا جیگه دیر وقته بذار بخواب کجاش دی وقته؟ هنوز اول شبه؟ نه، بذار بخوابم، خیلی خوابم میاد خواهدی تو هم اینجا پیش تو کپلالا میکنم به خاک عالم، چه حرفا میزنی حسین آقا؟ ما که هنوز با هم عروسی نکردیم مردم هزار جور حرف در میارن مردم غلط میکنن دوست که دایم قیبونتم که میام نامزده عقد کردتم هستم عقدبازی هم حد و حدودی داره دیگه هم خودتو لوس نکن برو بگی بخواب تا صبح باشه نوم زده قشنگم حالا تا صبح خواب ازدواج میبینم باشه حسین جونتو نکن بکن برو بگیم امین خان چرا نایمده بخوابه یعنی ماشینو بایده امرو نوبت ما رو هم رفته خودش گای کنه طفل فهمیده ما که گرفتاری اخلاقی داریم ما یه به حال خودمون گذاشته و یفته امین خان نه خیلی نیستش که میده همیشه میداش دیگه در شاید دختر یه رو بایده بدستونه حتما امین خان شایی که ماهیه یه پاچه آقاست آقای آقا بخشن خیلی نوبه یه ماره که بیره که هیچی نوبه یه خودشم بیره آی بس من چیه؟ مگه جندی دیگه هم بود؟ اسم من حسن جزاله چیه جیغ کشیده؟ واسه اینکه خیک بیخاصیت تو انداخته بودی رو پای من اولا نشین خیک بیخاصیت یه پاچه خاصیته دومند شما واسه چی اینجایی؟ سومندش لباسه یا حجی تو دارم اولندش بگو ببینم واسه یه چی منو آوردی اینجا؟ دومندش واسه چی منو لخت کردی لباسامو در آوردی و این رو تنم کردی؟ سومندش واسه چی در رو روم خواست کردی؟ چهارمندش تو گربوه تنه لاش اصلا کی هستی؟ چی کاره این؟ ها؟ یلو بگو عفو میدم حالا یکی زیادم میگی نفه میده ولی یکی زیادم میگی یکی زیادم میگم که هیچی پدر صاحب بچرم در میارم یلو حرف بزم اینم تو کی هستی؟ دیگه واسه چی میزنه؟ میزنم پدرت هم میسوزونم تا زبون صاحب بردت باز بشه یلو حرف بزم اینم تو کی هستی؟ واسه چی آخه میزنی؟ واسه چی منو بیهوش کردی؟ واسه چی منو آوردی اینجا؟ واسه چی منو لخت کردی؟ میخواستی چه بلای سرم بیاری؟ یلو حرف بزم بای دار بای هماش بر من گیم بیا پایی نزده با منو بکشد دیوانه شده حالا آروم باش انقدر سر سله نکن مردم جمع میشن بده بدونم کلن تا این کلک بکنم خوش شد بیاد از آبروزی حسن تو که اینطوری نبودی بیبریم بالا خودم ساکت شما بله اگه شاید من بزنید دیگه با اون دیوانه زنجیری یو به اونشان نیستم یستم که نیستم از مغزت برم تا شست پامو خود خاکشی کرده بس دیگه با حوصله ندارم دیشب تا صبح موشه نزدم همش دنبال اون ناکسایی هستن که دختره رو بی غیری شما بستن بیا تو کلیده بگی بر دنبال کار شاید تو بتونی تلافی دیشب رو دره دیم باشه نفهمیدم کای کایدن نخل خویدن یا بو آره ای و دلت منم میرم سراغ نمکی جنم یه عشق میکنم نمکه سلام سلام و زهر مار مگه امروز نوبت کار تو نیست
چرا سرتو میزنن اینجایی؟ پاتو میزنن اینجایی؟ مثل اینکه دل قلبم اینجایی خودشون دل قلبتو ببرن چشم یه خود اون تنه گندتو بده به کار دوروبرتو جمع کن تا زودتر عروسی کنیم اونم به چشم خدا رو شکر که حال جا اومد چه باور کنم چه نکنم توفیری نمیکنه ولی باید باور کنی تو معلوم جوون پاک و با غیرتی هستی اگه من با اون حال بیهوشی تو دست اون جنایتکارا مونده بودم معلوم نبود که بلایی به سرم بیاد آخه دختر تو با اونجور آدما چیکار داری دمخور میشی مجبور بودم خودم رو با اونا قاطی کنم من دنبال خواهرم میگردم اون گرفتار چنگال بیرحم اوناست میخوام خواهرم رو نجات بدم خب چرا نمیری کلانتر شکایت کنی میترسم همین که بفهمم پای پلیس وسط اومده خواهرم رو سر به نیست کنم اونا منو با خواهر دوقلوم که شبیه منه عوضی گرفتن من باید از این اشتباهشون استفاده کنم تا بتونم خواهرم رو نجات بدم چی بگم والا آخه میدونی ببین تو آدم صاف و صادق و راستی به نظر میاد قربون لطف شما حاضری به من کمک کنی راستش ما از کمک به همنا مزایقی نداریم اما از این دوز و کلکایی که تو کار شما سر در نمیاریم بهتر دور ما رو خیت بکشی وانگه ای من دیشب تا صبح موژه نزدم الانم خورد خمیرم مرگ تو یه آدمی به اسم تیمور نشونی خونه شده باید برم ببینمش اگه بتونم ازش چیزی در بیارم خیلی کارم رو برام میشه بریم با امید خدا اگه میخوای بری دنبال کار من دیگه بیام چی کار آخه تو که با من باشی خیالم تخت است هم فال هم تبوشا برو من اومدم زود بیا هی خدا بنده پیوندگار قد ما حیکت هست تو بیکت خیلی موشین مشتی مهدنی نه بودای مدرسه با پنگ اوی مفر با چوبای جنگ شکه شمای آقای بلی اومد یه دیدم بیم خوخی 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 جیگر کجا بیم جیگر و زهر ماخی که گنده بازم شما مادر باش بی تربیت خانم مایتایم با کمال ادب تمنا میکنم بفرمایید به این پایی ماشین دیبس که یه یاد دیبس که یه کیه؟ کرایه بنده ماشین رانندش در بس کرایه بنده است بفرمایید پایی تا دیمونه گیش گایی نکده ها سوایشو به این ببینم تنگ زایی شدن و سن ناکاسبی نکردی بوی و بلا جیگه ایدن لعنت خدا بای دل بیا سوخته ی شایی بفرمایید این هم تاکسی سوار شدن چرا نه اصاب کنم من خوش دارم نشستن کنم این در بسر نفهمیدم این هم کجا جب شدن ای بی وفا هیچ بلون هست کجایی وفا میدم آره دیگه این گایی داره برو خیلی میکشید بزنم بادشو خالی کنم کجا میین این یه جفت مهمون خارجی منو تایفرز میرسونه فرودگاه فهمیدی؟ دایگاهی چی؟ بنده دل ناج مخصوصشون هستن میبینی که جامم خیلی راحته دل خوشکشه تا بیاد او شما پیری مهمون نوازی خوشتی حالا کجا شده دن کرد مهمون نوازی هست تو خونه ما حیف که خورده دیر به طور ما بای صحب کنیم ببینم صحب کنیم خود باید پارکی خوشی خاله ایچه نمیشه یه ما تو استفار رو بکنیم آخه این تو بابا حد کردم یه استفار باید بکنیم چکه چشم هستو جان گوگره گوگرهی این آخه درد و بلاتون بخوای تو کاسه سر این کام بای نوکس چه که با نیم که یتون میشه خب باشو یکون بیاد میخوام بیان بکنیم بیستم پس معطلت چه هستی بایو بایو نگیفه که یایا چی میشه خدا روزی تو جای دیگه حوالت نواره داشتم که چیه حواله کنه من میگیم پوستتم میکنم می خود دور بر ندار یک کاری نکو بزرم چرا رفقت خود بشی الله الله آدم باید با چه کسایی دهم به دهم بشه قیافه شو نه بیا بریم حسین جون این استونه رو که من میشناسم اگه چیزی از ما نگیره چیزی ازش در نمیاد آخه ببین چه کی از ما سلامات بفرست آتیش کن بریم اصلا باید این راهنمایی من شو کیا چه مصیبت شد چه چه دست از ما برده میدونی خیلی باشه نگو خیلی نگو بابا اومدم مثلا نگه چه کار بکنی میگیم پدایی تو در میل به خدمت نگو شخصی افتارت نمیشی مثلا ها اونا رو بریم مثلا نگو بیا بریم بیا از که نخواستم جلوی نمکی آبرو تو برمان نالو کی من لاکردار همیشه باید تو مردم جلو بخورم یکم از بغاری خواهد شیرم بخونم هرچی دیدن یاری داره من ندارم من
اینجا نیست؟ تیمور؟ آقای تیمور؟ آهای، کسی خونه نیست؟ نکنه منو عوضی فرستاده باشن خونه مردم؟ چه خبره؟ سلام دختر خوشگله. اگه اشتباه نکنم شما باید لیلی نامزد تیمور باشی. تیمور همیشه از یه دختر خوشگل به اسم لیلی حرف میزنه. دروغم نگفته چون خیلی خوشگلی. ببینم با هم دیگه میکردی؟ من شنیدم که جیغ میکشه. نه 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 باور کنی داشتم شوخی میکردی. عجب عجب پس شوخی میکردی. تورم کشتیم. اون پیر از سایر تیمورم شهادت داده که لیل اینطوری خیال ما از طرف لیلی خانمم راحت شد. نه احمق کشید و کرکش کند طوری که پلیس فکر کرد خودکشی کرده. بله کشی کرده. بله برای چی میخوایی اونو از بین ببری؟ برای اینکه اگه به دست پریفته ممکنه دهانه کسی بشه باز بکنه بزنه اون را اون شب لیلی رو برده حتما هر جا باشه با همونه باید هر طور شده پیداش کنید. دست خودتو به خون آلوده کردی. مادر چی میگی؟ چرا این حرفو میزنی؟ من اونو نکشتم، نکشتم. باید حرفمو باوری مادر. به تو گفتم خودتو به این لعنتی‌ها نزدیک نکن. گفتم خواهرتو فراموش کن. گفتم خودتو به درد سر ننداز. و تو گوش نکردی. چرا حرفمو باور نمی کنی مادر؟ من اونو نکشتم، به خدا نکشتم. اون پیرزن تو رو با لیلی عوضی گرفته. ولی نشونیه که داده تمامش نشونیه توه. نشونیه همون لباسی که اون روز تنت کردی و رفتی. درسته اما من اونو نکشتم باور کن. تو دیشب خونه نیومدی. کجا بودی؟ بد کنی. من جایی بودم که میتونم ثابت کنم و با کسی بودم که میتونه شهادت بده. مدت میده خدایا مردم از گردم کلوفتی رستم اگه جیرم بیافتی. ببخشید فرمایشی داشتیم؟ یه عرض مختصری دارم. مثل اینکه ما یه دفعه دیگه هم دیگر رو زیارت کردیم و حرفامون رو زدیم. آره اما حالا حرفامون جدی تره. خب بفرمی چی میگی؟ دختره رو چی کارش کردی؟ گربه خورده. وا والا لغمه گنده ایه ممکن تو گلوی گربه گیر کنه. بزن بریم. نفهمیدم دایی بی دعوت کجا بریم؟
گربه رو میاریم حضور پلنگ. مثل بچه آدم را بیا. صدا در نیاد یا؟ چشم من بچه هر شونه بیم. میگه کار تردی کن. دارد. دارد که آدم جایی نمیده. بگیم. برای این روتونی کم کنیم. بگیم الاسی تو. گفتان نهی شده. آدم رو بخیطه. باشی میبخش. اچه. هفونی بیاره که شما حل اولا سوارش شدیم. خلق و لای بی انضباط نمیذارن آدم یه دقیقه تو لاک خودش باشه. وار جون شما از سلا اینجا اومدی چیکار؟ ای بی وفا، ای پر جفا، ای بی انصاف، ای لا کردر، حالا دیگه اینجا اومدن چیکار؟ گوش کن از دولا، من منتظر حسین آقا هستم، رفته کباب بخره. اینه وفای تو، اینه جفای تو. یه خود پاک نشستم، عمر خودم رو فداد کردم، پاک سوختم و انقدره موندم. حالا حسین ویزل رو رخ رو میکشی؟ گوش بده از دولا پیتر رو گوش بده ایده انقدر کفی هستم که خواست سر رو بودم به تلای درخت بودم نکن پدر من بودی، هم بازی من بودی، هم نفس را بودی خودم فدایی تو میکردم اینجوری بار گذاشتی رفتی که رفتی اونت با کی؟ باید بشتی بی خاصیت اقلا میخواستی آدم از سبیل برای خواهی بکشیم باشم، نفهم میدم نفهم دیگه نفهم دیم آنکایی به جایی از تو پشتای ما گرامافون میزنی بذارم در بیدا بونه کنم بابا بکش کسد من را که الان مادر شما حفظ میتونم بابا بکنم و شر بپنم شیر و به پا نکنم اگه قیای باشه این پرسری باشه تو کپچه ما بکنه دیگه ما بینم نمیتونیم یا بنیم باید دارم کنم حسن آقا مثلا نمیکشی بعد از یه عمر یوتیفتری زن عقلی ما یه زاغ میزنه چی گفتی؟ نمک چرا عقد کردی؟ معلومه که عقد کردم پس چی خیالی رسیده؟ ایدان پس چرا زودتر نگفتی؟ تو من میره حسین آقا من ایچنا میدونستی حالا که نمک زن عقلی تو شده کور بشه مگه نگاه چپ بهش من بزید چی گفتم؟ حالا که نواسه تو شده میشه خوار ما میدونه که ما به نواسه کسی نظر نداریم خدا به هم دیگه ببخش بتونیم پاگه هم پیر بشیم خدای اون بزرگی هرچه بینم یاری داری من ندارم من از که کم ترم توقت ندارم برم شغلت یه جو گیرش بیارم دیدم دم اومدیم بیا جونم آیا چی کهیم یه دقیقه باسته تا من یه زومه رو بیارم پن کنم ریاحت بشینیم و عشق کباب رو بگردیم پاگه قاتله، معلوم بود که قاتله چه خبره؟ بازم داریم باید تیفز خودمونو به همین خام بیستونیم بهش بگیم که دختر یه قاتله این عشق سوزان
شد ورد زبون هر روز و شب نام تو شد ورد زبون مثل اینکه هنو ناراحتی مطمئن باش من همه چیزو میدونم کاش همه میفهمیدن که من بار نیستی نباس فکر خودتو خراب بکنی سر بیگناه پای دار میره اما بالای دار نمیره خدا کنه اینطوری باشه آخه من وقتی رفتم تو خونه شونو کشته بودم خیلی وحشتناک بود ده همینده چرا فرار کردی؟ ترسیدم بعدشم فکر کردم زودتر خواهرمو نجات بدم که نکشنس به هر حال دلم میخواد فکرشو نکنی ما امرو اومدیم اینجا خوش بگذرونیم این حسین دیزل ما رو کاشت و رفت مثلا با عجله قضاوت نکن خواهرشم طفل معصوم بیگناهه فقط گرفتار چنگال بیرحم یه مش جنایتکار و آدمای قالتاق شده اصلا تو رو سننا تو رفتی واسه چیز میز بخری چرا دست خالی برگشتی یادش من یه دفعه پشت یوز شدم الانم نمکی تو ماشین نشسته از دست منم کلافم کلاف است که کلاف بابام گوش کنی کلم گوشه یه راتایی واسه پیدا کنی بکنی اگه من نتونم خواهرمو نجات بدم یک عمر دچار عذاب روحی میشم اینقدر ناراحت نباش آبجی من که گفتم دنبال کارتم تو تمومش نکنم ولکنه باوله نیستم ممنونم که حرفای منو میفهمی چی بگم من و خواهرم با هم به دنیا اومدیم سالای اول زندگیمونو با هم بزرگ شدیم یک ارتباط روحی نامرئی بین ما وجود داره از اول این ارتباط روحی رو حس میکردم هر وقت خواهرم میخندید منم خوشحال میشدم هر وقت زمین میخورد و گریه میکرد منم احساس درد میکردم پس این یه یوه که درد و بدن میگن شما دوتا بوده باز پاورنه دویدی تو حرف مردم آخه بسه گوش کن ببین مردم چه میگن وقتی که پدرم مرد ما دوتا خواهر از هم جدا شدیم با اینکه فرسنگ ها از هم دور بودیم اما همون ارتباط مرموز روحی رو بین خواهرم و خودم حس میکردم این ارتباط شبا به صورت کابوس های وحشت آوری به سراغ من میومد کابوس هایی که اغلب منو عذاب میداد و حس میکردم برای خواهرم گرفتاری پیش اومده به همین دلیل به تهرون برگشتم که کمکش کنم نجاتش بدم الان حس میکنم اون هر جا هست در وضع بد و خطرناکی قرار داره جونش در خطره باید کمکش کنم فکر میکنی الان کجا باشه؟ نمیدونم تهرون همون مردی که به قتل رسید میتونست به من کمک کنه اون میدونست خواهرم کجاست برای همین اونو کشتم اون از آسیابونی حرف میزد که خواهرمو پیش اون گذاشته بود اسم یه دهی رو می آورد اسمش چی بود؟ حرف بزن نمیدونم اسمش چی بود خدایا چی بود نمیدونم بیلقون بیلقون تو اسم این دهو شنفتی؟ بیلقون باید تیجا دیگه خیلی خب مشکل حل شد کارا داره راستوریس میشه فقط باید احتیاط کرد منو ببرین اونجا خواهش میکنم به من کمک کنی خواهرمو نجات بدم امیوز اومده منجا کیف کنیم این خوبیت نداره اون طیفا بریم فایدا میگیم ساعتش هم خیلی از امیوز بهتره راست میگه الان دیگه نمیرسیم بریم فردا میتونیم بریم اونجا یه سرگوشه آب بدیم و خواهرتو پیدا کنیم بیچاره خواهرم دلم خیلی شور میزنه حتما توی یه موقعیت بدی قرار داره فکرشم نکن آبجی خونه ما مثل خونه خودته تا قیوم قیومت مخلصتم هیچ فکرش نکن امیخان من برم نمکیو بیارم از این حایت پکگه بیجونش بیارم آره برو بیارش نمکی دنیا مال همین آدم هاست اصلا غم و غصه به دلشون راه نمیدن عوضش بعضی از مردم هم اینقدر بیره هستن که زندگی رو به کام همه تلخ میکنن تو دنیا آدمای خوبم خیلی زیاد هستن میفهمم منم حس میکنم یکی از اونا رو پیدا کردم که میتونه به من دلخوشی بده عشق بده خدا کنه من بتونم چطوری بگم منم از سنگ نیستم که منم دلم وسط یه مثال شده اما تو فعلا دل دواقش نداری خب ناراحت نباش حسین و نمکی میخوان تو رو خوشحال کنن تو نواز دلشونو بشکنی اونا خیلی با محبت هم بسته دیگه مرگ من کجا میبین Thank you.
بلا گرد میتونم برم دور میتونم شما هر جوونی برستین و بخونی بلا گرد میتونم برم غور میتونم شما هر دو جمعی برسین و بخونی این بر اون برشتن را منو تو درد سرن را این بر اون برشتن را منو تو درد سرن من این هست تا به پا کردم شما خورو نگاه کردم به هر دو جای خندیدی دل خونه رضا کردم بای بلا گرد میتونم برم دور میتونم شما هر دو جمعی برسین و بخونی چی فکر میکنیم؟ معتقد هستی همین دختر قاتله؟ پرونده اینطور نشون میده. نظر شما غیر از اینه؟ من هنوز هیچ نظر قطعی ندارم. اما یک دختر چطور میتونه یک قاچاقچی کهنه‌کار رو اینطور بیرحمانه به قتل برسونه؟ معلوم نیست عکس دختره رو چه کسی و چرا در اختیار مطبوعات گذاشتن؟ کسی که عکس رو برای مطبوعات فرستاده هنوز شناخته نشده؟ باید دلیلی داشته باشه که عکس رو برای مطبوعات فرستاده. شاید منظورش کمک به کشف جرم بوده. شاید هم منظورش منحرف کردن افکار پلیس بوده. منظورتون اینه هیچ منظور خاصی ندارم، اما کسی که بخواد برای کشف جرم کمک کنه، اطلاعاتش رو در اختیار پلیس میذاره. شما معتقدید این دختر قاتل نیست؟ اونو تعقیب نکنیم؟ ابداً. چنین حرفی نزدم. دختره رو باید تعقیب کنید. باید هر چه زودتر اونو پیدا کنید. اگه قاتل نباشه، میتونه ما را به قاتل یا قاتلین واقعی نزدیک کنه. برای جبران بی‌لیاقتی که کردین، اینقدر بهانه نترشین. دیگه این کار که مول و حلوا خیر نمی‌کنن. اگه پلیس دختره رو پیدا کنه، حلقه دار بیخ جلوی شما میفته. رئیس حتما پیداش میکنیم، قول میدی؟ آره، قول میدیم. تا فردا صبح باید لیلی رو پیدا کنید. درو باز کنید! باز کنید! بی‌انصافا! بی‌مروتا! درو باز کنید! دارم دیوونه میشم! دارم میمیرم! درو باز کنید! باز کنید! خدایا، چرا هیچ کس به داد من نمیرسه؟ چرا هیچ کس به فکر من نیست؟ بیچاره دختر، نمیدونم چی کار کنم. خدایا کمکش کن. راحتم کنی، راحتم کنی، از این جهنم نجاتم ببین.
دو در نگاه کنیم مرد و مرد آتش به جونه جفت را سرکر زندگی ما آتیش دادی ای مردم کمک به دادم برسی کمک کنید زندگی مجموعی رفت خانه خراب شدن کمک زندگی با آتش کشیده شد سوخت بیچاره شدن ای جهنم کمک کنید بیچاره شدم بدبخ شدم زندگی ما آتیش زد بیچاره شدم کمک کنید برای جنت این بر رفت ببینم تو یه دختری به اسم لیلی نهده لیلی؟ خدا مرگش بده خدا آتیشش بزنه که منه به آتیش کشیده بدبخ خب الان کجا رفت؟ چه میدونم کدام جهنمی فرار کرد چی؟ تو هستی؟ روان جوان مرگ شده هستی من خواهر دخولی اونم راست میگه کمک و خواهرشو پیدا کنیم هرچی پول بخوای بهت میدیم خب بگو اینم اون کجا رفت؟ چه میدونم بچه تو منو به هر خیلی خوب آره پس پول چی شد؟ باست اینجا ای بل ای بل تو ممکنه رفته باشه حتما خودشو رسونده به جاده با یه وسیله رفته شهر نگردم هنون نایمده بایگشتیم نتونستیم یه صفایی بکنیم آهی تو رو خدا نگردم باشو بیرم باشو حسنی زیر حواست تو ماشینهی باشه که همو جلو میزنم من خودم مواظبم مواظب باشه آجی چیه؟ تو که همش تو خواهدی بی بیرون با چه سالت داری؟ این هم چه این درد کنه؟ نه مگه نمیبینی؟ من به چی یاد دارم؟ بینم اسم تو؟ بهتره بریم پاسگاه پلیس از خدا قافه راه خطا پویا وان دیگری فردان و از دونشان جویا این مست رویا افتاد در دان تا بند قمها خدا کنه شما همینجا باشین من ببینم مادر کجاست خیلی خوب اینو میگن خونم ببینی نما که جدن مادر کایی مادر اوه جون خویم مادر جلوی شکمی بسا گونده تو بگیر یه خود سنگین باش من گرمش جلو بد نمه بده من با تو باباش میلون بونی مادر کجایی مادرم خونه مادر طلاق من هستی؟ بدون این که به کسی حرفی بزنی بیا به کاباره یعنی چی؟ یعنی چی دیگه نداره مثل روز روشنه حتما یادداش مربوط و همون جنایتکارا گذاشتم بی انصافا بی شرفا آخه به مادر علیل و بی دفاعی من چی کار دارم؟ لابا دونو گیگه بایدن ها مردم علیلی کجا بردنه؟ من میدونم اونو کجا میبرم اتون اونجا این طوری نمیشه ای طور ببینن در سر درست میکنم سب کنین سب کنین من یه نقشه دارم به آدم کلک باید کلک زد چه کلکی میتونی تو کارم باشه؟
برای چی دروغ بگم؟ من دیگه کارم تمومه. به این دلیل این حرفا رو زدم که جوانای دیگه به روزگار سیاهی من نیفتن. اجازه میدین دستگیرشون کنم؟ فعلا نه. باید دلایل کافی به دست بیاریم که راه فرار نداشته باشم. خانم شما حاضرین به ما کمک کنین؟ من کسی نیستم. چیزی نیستم. لیاقتی ندارم. من که دیگه آدم نیستم. نه، هنوزم میتونین آدم مفیدی باشین. میتونین به ما کمک کنین. این راقصه میتونه به ما کمک کنه. چشمتو درویش کن وگرنه دو بمبو میزنم تو سرت. آروم بشینی. ما جای تا چیه؟ من میخوایی فرمونه بخوریم یه دبون دهت کباب بیاسته چای بایده و حق داده چه چاش بابان چاش بابان اشتهاره برم Thank you.
بزن. من باید از اون زنی که میرقصید یه حرفایی داره برم. گارسون. بله قربان. اونی مداد که بفرمی. الو. اینه بره اون خانمی که میرقصید. باری کرده ها اصلا ها میخواد جمیل خانمو ببین چه قلط ها این یه خاصیت دایه که هفت میگی یا به بدن رو بکشه اولیش خودتو میگوشه سعی با بدنم بدنم اجازه دارم قربان با همی الان اگه من بیافتم بهتر میتونستم دلشو به دست بیارم و ازش حد بکشم مردشو رو دلتو ببرن که سه امونی نداری خجالت نمیکشه اینجوری وارد اتاق میشی؟ نفهمیدم چطوری باس وارد شد تو الان جلوی مردم لخت و پتی داشتی میرخصیدی حالا چطور شد یه دفعه قشی شدی و جیغ زدی؟ آخه تو اتاق یه خانم اینجوری میان آدم حسابی خیلی باز ببخشین نمیدونستیم وقتی وارد میشیم باز اهن بگیم ما که اجازه کتبی گرفتیم اجازه کتبی؟ از کی؟ آیا بند خدا منو میخواستی ببینی؟ آره خب دیدی؟ آره سیر شدی؟ خیر حالا تشریفتونو ببرین چون بعد لباسمو عوض کنم چرا انقدر شلوغش میکنه؟ ما شهر فرنگ هستی که نزدیک تماشات کنم پس چی فرمایشی داشتید آقا؟ عرض شود خانم حضور انورتون من واسه یه کار خیلی 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 جدی خدمت رسیدم اما ماشاءالله شما مولد نمیدونم حرفشو بزنه آقا حتما با ما کار دارن ببریدش اشتباهی اومده آره چطور آقای گرگوری بازم که شما خودتون آفتابی کردین شاید بشید سامی جمال اگه اتفاقی افتاد دیری دارم دارم این دفعه میخوایم دوستانه حرف بزنیم دوستانه خدا کنه بفرمایید شما بفرم آقا بایش زه کار چیه دیما باشه واسه بعد اجارت هم واسه اون مهمون اومد خدا ازشون فقیرایی کن تو لباس دعوت کن منتظر من نباش برو شام تو بخور نه کشید دستتونو شان لشا قالت با یا چلا نه یالا دست نکش میو تیمی مطرم خوب گوش بده جوان اگه نمیخوای جنازه را از اینجا بیرون برم باید با من را بیایی یه جوری داری من زهره ترک میکنی میترسم اصلا نتونم را برم و اگه یه خوردم رو زیاد کنی اون قلمای فاتو میشکنم که اصلا نتونی از اینجا خب بعد از این همه تعارف بفرمی چی میخوام دختره رو هیچ نفهمم کدوم دختره رو برو پیر زنه رو بیار خودتو به نفهمی نزن اینجا رو چجوری اخترا کردی؟ دختره این پیره زنو میگه راست خجالت نمیکشی چند تا مرد لنده هوری زن علی رو بیدفاع رو به این روز انداخته این فهم اگه زبونت باز نکنی روزگارت بدتر از این میشه یواشتر ما خیال میکردم با چهار تا آدم اصلاحی طرف هم اما اشتباهی فکر میکردم عوضی ها قیافتم خیلی غلط اندازه امیر خان دیر کردی دلم خیلی ناراحت شده ناراحت نباش امیر خان گویبه نیست که دنبه بخورتش اصلا میفهمی چی داری میگی؟ راست میگم میگم میترسم بلایی سرش بیارن چنان بلایی به سرت بیارم که شیرین زبونی تیادت بره اینقدر جوش نیا رادیاتت سوراخ میشه ببینم میگی دختره کجاست یا نه 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 یعنی چه مگه فارسی سرت نمیشه تو من پرسیدی میدونی دختره کجاست منم گفتم یوخ یعنی نه سرت به تنت زیادی میکنه تو هم پاش داری منو کفت بزنی دش خرکی باشم اشتباه تو چیست بابا چیکار داری نه دست مادر سالار مردا اینجاست هیچ دارد نباش تو بی خودی انقدر تو هم یه چیزی بخوای فعلا اینو بخور نمکیر بشی یه شب اومدیم صفا کنی تو هم یه گیاس بزن دیگه شما ها اصلا به فکر امیر خان نیستین که چرا اینقدر دیر کرده باشه یه کاری بکن هیچ کاری از این که خودم رو ایشن کنم بهتر نیست به سلامتی ایشن کنم این هم واسه خورشته دیگه بیشتر از این نمیتونم صبر کنم برم ببینم چه بلایی به سر امیر خان اومدی بایا بابا بایا لشش رو بندازیم توی یکی از این صندوقا با اجدادی که باید هم بشه بفرستیم بره تو بیابون آدم کشو دانیا خواه
آفرین شو. خفه بشی مرد، چقدر میلنبونی. پاشو ببین امیر خان و رویا کجا رفتن، چی به سرشون اومده. ها تو دیگه کی هستی؟ چی میگی بکرم؟ چرا داد میزنی؟ چه زبون دراز؟ چرا شلوغ میکنی؟ واسه کی اومدی اینجا آقا پسر؟ واسه اینکه این آقا پسر یه خانم دختره. چی؟ تو هستی لیلی؟ برای چی اومدی اینجا؟ مگه نگفته بودم این طرف آفتابی نشی؟ چاره ای نداشتم. به نظرم چنگیز مادرمو دزدیده. اگه خودت هم ببینی نفلت میکنه. یه جوونی نیم ساعت پیش اومد تو اتاق تو، نفهمیدی کجا رفت؟ اونو تو فرستاده بودی مگه نه؟ آره؟ چنگیز دستگیرش کرد، بردش. کجا بردنش؟ یه پارکینگ. بذارینش توی وانت بفرستیم بره. یلا زود باش، دیگه نباید وقت رو تلف کرد. هرچه زودتر ببرینش توی بیابون سر به نیستش کنیم. تو پس خواهر دوقلی ایلیلی هستی؟ آره، من حتما باید برم تو پارکینگ. داری با پای خودت به تو مرگ میری. مثل اینکه تو متوجه نیستی. من باید خواهرمو نجات بدم، باید مادرمو نجات بدم. سر میز ما هستن تو سال. مردی چاق با اون خانمه؟ آره جونم، از دوستا هستن، اگه من دیر اومدم اونا رو خبر کنم. خیلی بهتره که مرد باشه. ببین چه برای سر دختره اومده. بابا تو هم چه همش نق میزنی؟ آخه دلم شور میزنه. خیلی خانم شمایی؟ بله. خیلی خوب آپا شدم دوباره دیگه. حالا خوب با توی این چه ایختیه واس خودت دویاد کنی؟ بخیر چه خیر سگوندی؟ تا چشماتو با دستم در نهی بردم. زود گورتو گم کن، برو پی کارت. بازم که تو دوباره دیوونه شد. برو بابا حالو حسین آقا. لیلی جون تو هستی؟ خدای امشب چه خبر شده؟ چرا آمدی اینجا؟ ولم کن جمیله، میخوام حسابمو با چنگیز یه سره کنم. ولی چنگیز تو رو میکشه. این مدت هاست که منو کشته. تو آسمونه دنبالت میگشتم، روی زمین پیدات کردم. این چه سر ریختیه برای خودت درست کردی؟ مادرم کجاست؟ بی شرما عصبانی نشو مامانی، مادرت جاش خیلی راحت. بلم کن، منتظر تو. گفتم بلم کن. اینم مادرت. مادر. مادر 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 تو رو خیلی اذیتت کردم دخترم. ای بی رحم و بی وجدانا، این مرد و مردونگی که این پیرزن آوردین اینجا، خجالت نمی کشید؟ شرم نمی کنید؟ تعجب می کنم لیلی، مثل اینکه تازه با ما آشنا شدی. خیال می کردم منو بیشتر از اینه شناخته باشی. دخترم این حرفا برای اینجور آدم ها مثل آهن سرد کوبیدم. یه مرد جوان برای نجات تو قبل از من اومده بود اینجا، اونو ندیدی؟ الهی مادرش بمت این بیرحما اونو. حتی اگر راست بگی و خواهر لیلی باشی، بازم باید کشته بشی. جانی بس، فطرت بی شرم. صدایشو ببرین. دخترم رو نجاتش بدین. صدای این پیر زنم ببرین. نه صبر کنین. خواهر اونی که میخواین بکشین منم. به اونه چی کار دارین؟ کسی که برای شما خطر داره من هستم. من اونا را آزاد بذارین برم. من در اختیار شما هستم. نه خواهر نه، ما اومدیم تو رو نجات بدیم. زحمت بی خودی کشیدی خواهر، زندگی خودتو بیهوده به خطر انداختی. مادر تو هم منو ببخش.
من دختر بدی بودم. منو ببخش مادر. خواهر بدیم بودم. بذارین مکافات بدیامو خودم بکشم. بذارین کفاره گناهامو خودم بدم. من از همون وقتی که قدم از زندگی آروم خودم این طرف گذاشتم و به محیط این کثافت ها نزدیک شدم و خودم رو به زبال دنیا انداختم، روح خودم رو به شیطان تسلیم کردم. خودم حالا نفست رو میبرم که روحت کاملا آروم بگیره. خواهر و مادرم رو فورا آزاد کن، من در اختیار تو هستم. منو بکش، منو، هر کاری میخوای بکنی با من بکن، ولی اونا رو راحت بذار. ببینم راستی خیال میکنی؟ من چنین حماقتی میکنم؟ دو نفره که سر از کارهای من در آوردن بذارم زنده توی این شهر بگردن؟ نه، میدونم تو آدم جانی و بی‌رحمی هستی. میدونم تو بویی از مروت انسانیت نبردی. خب دیگه حرف کوتاه کن. آخه اینا چه بدی به تو کردن؟ من چه بدی در حق تو کردم؟ کم از وجود من استفاده بردی؟ کم جنس قاچاق این طرف اون طرف برای تو بردم؟ منم تا وقتی که به درد بخور بودی با تو کار داشتم، اما حالا دیگه به درد من نمیخوری. پس تیمور چی؟ اون که معتاد نبود، اون که هنوز میتونست برای تو کار کنه، اونو چرا کشتی؟ برای اینکه خیال کرده بود میتونه سر منو کلاه بذاره. احمق، عاشق تو شده بود. جانی، آدم کش، تخبتو! چرا واسدین؟ نفسشونو ببرید. گوش بده، دوستای شما توی چله افتادن، زود بریم پلیس رو خبر کنیم. پلیس برای چی؟ خودم از چایه درشون میارم. چایه کجا؟ بیرون دارید. شما دوتا بیاین کنار تر لشا تا حساب اینا رو برسم. این حرکت حالا بیا و دیازدش کن. آقایون، این همون دختر قاتلیه که تیمور رو کشته، همون یکی روزنامه هم عکسش چاپ کردن. ای ناکس نیالوتی، لابد ایشون همون کسی هستن که عکسو در اختیار روزنامه ها گذاشتن. بله، من میخواستم در کشف جرم کمک کرده باشم. بفرمایید، همونطور که خواسته بودین، شیطون رو وادار به اعتراف کردم. تو این ضبط صوت گفته چرا تیمور رو کشته. متشکرم، نگفتم هنوزم میتونین یک انسان مفید باشین. بفرمایید، این نما خیابه بده. باز خودتو قاطی کردی تو. بیافت جلا. یعنی بفرمایید. به من یه خورده دوا برسونیم دیگه، دارم میمیرم. تو باید دیوونه شد. دکتر، امیدی هست؟ برای یک معتاد همیشه امید نجات وجود داره. چه مدت بستگی میشه؟ بستگی به اراده خودش داره، حد اکثر یک ماه. حتی
کی امیوز با خط میشه؟ آره ما تلفن کردم پرسیدم. تو تا یه پاک قاطی پاتی شدن. نه نه واجه بودی شدن چیم؟ خوب روی خانم اونه بفرمی اونه خب دیگی مسخره او نکنی نه از برشه اصلا اونه هر کی ما رو میخواد خودش یه قدم میذاره جلو برو برو خواهر تو جون منو نجات دادی به من زندگی و سلامت بخشیدی اقلا عشق تو برای خودت نگه دار برو با هم خوش باشین اگه تو نبودی معلوم نبود وضع ما چطور میشد اگه تو هم نبودی ما اصلا وضع روبرایی پیدا نمی‌کردیم دیگه حالا ببینم حتما کی ما ببینی خودتی